بهار در همه جهان فصل نوزایی طبیعت هست و روز نخست بهار برای ایرانیان روز جشن سال نو. قرن هاست که سنت های نوروزی در ایران تداوم یافته، اما امسال نکوداشت نوروز با توجه به وضعیت فعلی چگونه خواهد بود؟ همراه بشیم با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان برای صحبت در این رابطه. آقای سرکوهی، امسال که ویروس کرونا جهان رو تغییر داده، سنت ها، رفتارها و کردارهای نوروزی چه معنایی دارند؟ من نخواست این رو تبریک میگم به همه و فکر میکنم الان بهترین آرزویی که میشه کرد، همیشه آدم در نوروز آرزوهای خوب میکنه برای دیگران، فکر میکنم الان بهترین آرزو این استش که همگان به سلامت باشن و از این بحران بیماری به اصطلاح رها بشیم و فقط هم محدود به ایران نیست، به همه جهان این بیماری سرایت پیدا کرده. اما خب از طرفی ما میدونیم که نوروز اصولا تقویم جلالی، تقویم ایرانی، یکی از زیباترین تقویم های دنیا هستش، چون درست در روز اول بهار که طبیعت خودش رو نو میکنه و آغاز نوزایی طبیعت هست، ما همون روز اول بهار رو نوروز میگیریم و به اصطلاح همگام هست با گردش طبیعت و بسیار زیبا هست این. از طرف دیگه میدونیم که نوروز قرنهاست در ایران بوده و به رغم همه فشارهایی که آورده بودن که در مثلا این جشن رو از بین ببرن و به جای جشنهای اسلامی بگذارن، نه در دوره قدیم ما قبل مشروطه و نه در دوره جمهوری اسلامی موفق نشدن و ایرانیان این سنت زیبا را ادامه دادن. مهمترین محتوای نوروز در واقع دیدار همدیگه هستش، رفتن به جمع شدن هست، خانواده ها گرده هم و بزرگ کوچک غیره و بعد هم به اصطلاح ملاقات با همدیگه هستش و این درست اون چیزیست که ما امسال باید از اون پرهیز بکنیم، یعنی دو متر فاصله بگیریم، از جمع شدن خودداری بکنیم. و یکی از دیگه سنت های دیگه نوروزی که بعد از به اصطلاح میتونیم بگیم در واقع در این قرن اخیر رایج شد، مسافرت هستش که بازم خوب بود، خانواده با هم جمع میشد، به نقاط مختلف میرفتند، به طبیعت میرفتند، جاهای ندیده رو میدیدند، که این هم خوب است که از اون خودداری بکنیم. یعنی در واقع اگر نگاه بکنیم نوروز امسال ما باید از بسیاری از سنت‌هاش رو اجرا نکنیم، اما در عوض اون سنت عمیق نوروزی، یعنی همدلی با دیگران، همبستگی با دیگران رو میتونیم به خوبی اجرا بکنیم، با اینکه با اونا فاصله بگیریم، اجازه ندیم که بیماری رو به همدیگه سرایت بدیم. و در واقع الان زمانی است که فاصله گرفتن از همدیگه نشانه محبت است، نزدیک شدن به همدیگه خطرناک است. متأسفانه اما حالا در ایران اگر نگاه میکنیم، لایه‌های گوناگون مردم واکنش‌های گوناگون نشون دادن. از طرفی خب یه عده رعایت میکنن، در خانه بیرون نمیان وقتی که لازم نیست یا فاصله با دیگران رعایت میکنن، اما از طرف دیگه خب عکس‌ها و خبرهایی هم هستش که مسافرت میکنن و در واقع زمینه رو برای انتقال بیماری به همدیگه فراهم میکنن و این نشان دهنده بی‌مسئولیتی است. از یک سنت بسیار خوب نوروزی که وجود داشت و ای کاش حکومت جمهوری اسلامی سنت رو رعایت بکنه و فکر کنم همگان خوشحال خواهند شد اگر این سنت رو رعایت بکنه، سنت بخشش هست، سنت این که ما کینه ها رو از دل بزداییم، ما دوباره به همدیگه بسیار محبت بکنیم. و در این حالت بهترین وقتی است که جمهوری اسلامی میتونه زندانیان سیاسی، عقیدتی و دینی رو آزاد بکنه از زندان تا در کنار خانواده های خودشون باشن. به خصوص میدونیم که زندان محیط خیلی بدی هست برای اینکه به اصطلاح ویروس کرونا رو سرایت بکنه به دیگران. و بعد هم زندانیانی که جرائم سبک دارن، حالا غیر سیاسی، زندانیانی که جرائم سبک دارن، آزاد کردنشون خطرناکی نیست برای جامعه، اینها هم آزاد بشن. و این در واقع رعایت یک سنت بزرگ نوروزی هست و اقدامی انسانی است که خیلی هم خواستار او هستند. به هر حال معنای، اگر ما بخوایم معنای واقعی سنت های نوروزی رعایت بکنیم، رعایت سلامت خودمون و دیگران و سلامت جامعه است. بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. من از شما متشکرم.